سلام عرض میکنم خدمت بیننده های عزیز، در کنار خانم نامجوی عزیز هستیم، نقش اول فیلم قبیله من. خوب هستیم؟ خیلی ممنون، مرسی. منم سلام عرض میکنم خدمت بینندگان. خواهش میکنم یه مقدار از نقشتون توضیح میدید و اینکه چه سبکی بود، چی کار کردید؟ من توی این فیلم نقش زهره رو دارم که دختری هستش که درگیر یه سری اتفاقاتی میشه با خانوادهش، یک سری مشکلاتی براشون پیش میاد و حالا اونجا مجبور میشه که یه فداکاری برای خانوادهش و نجاتشون بکنه. درسته. آقای اسخر بیچارم تو این فیلم بودم، خاطره خاصی از ایشون دارید یا کار کردن باشون؟ متاسفانه من اصلا تو قسمت هایی که ایشون کار میکردن من اصلا حضور نداشتم، حتی نتونستم ببینمشون، شانس رو نداشتم بالاخره. درسته. این چند دومین کارتونه؟ این سومین کار منه. بله. و این فیلم مال سال 95 90 بوده و الان 95 این تازه اکران شده. مشکل چی بوده؟ من نمیدونم، فکر می‌کنم اینو بهتر که از آقای آزادی سوال بکنین، ولی خب یه سری مشکلات در رابطه با عرب که توی فیلم بوده و بردن این دختر ایرانی توسط عرب، و فکر می‌کنم، من خیلی در جریان نیستم، اینجوری که شنیدم موضوع این بوده. کار کردن با این تیم به چه شکل بود؟ از قبل میشناختینشون؟ نه خیر، من اصلا آقای زادی رو نمیشناختم، باشون کار نکرده بودم، ولی کار کردن باشون برای من به شخصه خیلی خوب بود، مخصوصا که اولین فیلم سینماییم بود، قبلا تو سریال کار کرده بودم، و اینکه کار کردن باشون لذت بخش بود از این لحاظ که خیلی اجازه میدادم به بازیگر که نظرشو بده، هم فکری کنه. من یه سری کارو کرده بودم که خیلی این اجازه رو بهم نمیدادن، اما ایشون خیلی میذاشتن که ما حرف بزنیم، نظرمونو بدیم، بحث کنیم، و کار باشون برای من به شخصه خیلی خوب بود، مخصوصا که همزمان بود با شروع تحصیلات من توی زمینه کارگردانی سینما، و همین یه جوری شروع کار تجربی و کار آکادمیک بود، خیلی برای من خوب بود. پس از بازیگری میخواید فاصله بگیرید و به کارگردانی بپیوندید؟ نه، من راستش رو بخواین علاقه اصلیم کارگردانیه، از همون اولم متوجه به رشتم هم خب مشخصه، بازیگری رو خیلی دوست دارم، از کوچیکی بیشتر تئاتر کار کردم، دیپلم تئاتر هم دارم، بازیگری خوندم، دوره‌های بازیگری هم به خانم معتمداریا گذروندم، اما خب کارگردانی برای من هدف اصلیمه، و تو اتفاقا توی اون 4 سالی هم که کارگردانی میخوندم تصمیم گرفتم که همه فوکوسم و تمرکزم رو بذارم روی کارگردانی، چون که برام خیلی مهمه. درسته. پس کار جدید خبری هست نیست تو بازیگری، یا اینکه دیگه فقط به سمت کارگردانی میرید؟ نه، بعد از اون من یه کار دیگه با آقای آزادی کردم که مال سال 94 بودش. اما توی 4 سالی که کارگردانی می‌خواستم بخونم، چون که یه سری دچار یه سری مشکلات می‌شدم، همه بهم میگفتن که خب تو بازیگری پس تو کارگردان نیستی، خیلی یه ذره موزه میگرفتن راجع به این موضوع که این خانم بازیگره. من یه جوری چون خیلی دوست داشتم خودم رو اثبات کنم و تمرکزم بذارم حالا که 4 سال می‌خوام درس بخونم، اون مدت خیلی فاصله گرفتم، حتی تئاتر هم خیلی کم بازی کردم، 2-3 تا بازی کردم اما خیلی کم، چون که خب نمیتونستم یه جوری اینا رو منیج کنم که بتونم به جفتش برسم، حس کردم اینجوری بهتره، 4 سالم که تموم بشه بعدش شاید فرصت بهتری باشه که بتونم بهتر به بازیگریم بپردازم. درسته. اگه بخواید از اول بیایید فقط به سمت کارگردانی می‌رید یا اینکه بازیگری هم دوست دارید؟ نه، هر دوشو دوست دارم واقعا، اما خب کارگردانی برام یه ذره مهمتر و جدی‌تره، اما بازیگری رو هم خب خیلی دوست دارم، برای همین خب پیش هم گرفتم، از هنرستانم تئاتر خوندم، کار کردم، ولی خب کارگردانی اولویته. چه نصیحتی داری برای همسنای خودتون که می‌خوان وارد این عرصه بشن، اصلا میتونن بشن، یا که سینما باند بازیه؟ من تو جایگاهی نیستم که بخوام نصیحت کنم کسی باید چی کار کنه واقعا، و نمیدونم که باید بهشون چی بگم، اما باند و باند بازی که خب پس ما هم دیدیم، همه هم دیدن، اما من اونجوری که خودم وقتی که خودم 16 سالم بود 15-16 سالم بود میخواستم وارد بشم، اونجوری که از همه میپرسیدم و راهنمایی میکردن این که خیلی خوبه که تحصیلات آکادمیک داشته باشی در کنار تجربه کردن، خودم هم این کار رو سعی کردم بکنم و پیش رو گرفتم. درسته. پس راه استار شدن باز هست؟ راه استار شدن نمیتونم والا، برای بقیه بله، شاید برای همه باز باشه. من درسته. تشکر می‌کنم از لطفتون. مرسی، ممنون از شما.